این چیه آخه واقعا؟ یکی از همسایه های من یک پسری داره که امسال رفت کلاس دوم. بلایی که این پسر سر پدر مادرش میاره، یعنی هیتلر سر بشریت نتونسته بیاره. فقط کافیه 2 ساعت تو خونه شون باشین تا متوجه بشین من چی میگم. معلمش بهش گفته بوده از 1 تا 100 بنویس، یعنی هر یک عددی که می نوشت سرش می آورد بالا، یه قلط می زد، بعد تاق باز می شد، بعد حداقل 1 ساعت پاندای کنفوکار می دید و بعد مثلا دوباره اونوره نگاه میکرد. دیگه مادرش انقدر عصبانی شد، گفت بابا جان بشین بنویس عزیز من، دیگه چقدر وقت تلف میکنی؟ میدونی چی گفت؟ گفت خستم. شما میفهمین خستگی یعنی چی؟ بعد برگشت به من نگاه کرد، گفت اما کافیه تو این خونه بفهمن تو امتحان داری، یعنی دستشویی هم نمیتونی بری، تا بلندشی میگن کجا؟ مگه تو امتحان نداری؟ بشین سر درست. کجا میری؟ چیکار میکنی؟ من خستم، گشنمه، تشنمه، دستشویی دارم، خوبه مریض شم بیفتم رو دستتون؟ ببین، یعنی اگر ادامه میدادا من زنگ میزدم به سازمان حمایت از کودکان، میگفتم بیا این بچه رو نجات بدیم. شادی و انرژی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه پدر مادرهایی که در کنار بچه هاشون جز میزنن، درس میخونن، ولی اجازه میدن این بچه ها بزرگ شن و آدم های مهمی بشن. پس تیتراژ. بشین. خوبه.
حالتون چطوره؟ شما که در منزل هستید و دارین ما رو تماشا میکنین، ما خیلی خوشحالیم که بازم در خدمت شما ایم. چقدر قشنگیم ما، چقدر قشنگین شما، چقدر همه چی خوبه، خیلی عالی. حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. خیلی خوشحالم. خب هیچ چاره ای نداریم غیر از این که بخندیم و باید شروع کنیم. گردنمونه. ثانیه شمار، متشکرم. ساعت نبستم. بریم. آماده این؟ بله. فقط این دو نفر آمادن. آماده این؟ بله. پادگان خندوانه. آماده. یک. نفس. ها؟ آجور چیه؟ نه این کار نمی کنم، چون یه فکرهای جدیدتری باید ایجاد کنیم. قبل بخندیم؟ قبل از که بخندیم، دارین آب کم مصرف میکنید یا خیر؟ بله. واقعا دارین آب کم مصرف؟ بله. هیچ شیری که بچکه و در حال آب هدر دادن باشه در منزل ندارین؟ نه. راست میگین؟ بله. دروغگو دشمن خداست میدونین؟ بله. میرین جهنم میدونین؟ بله. خب و شما چی؟ شما آب در منزل درست مصرف میکنید یا نه؟ خوشحالم. خب میدونم که خیلی داره تاثیر میذاره این گفتنها و رعایت کردن شما در وضعیت آب. خب رویمون حفظ میکنیم قبل از اینکه تشنگی بمیریم و از آب نداشتن و همون نکردن بو بگیریم. میخندیم. آماده؟ یک، دو، حالا! نفس، حالا بیشتر بریز بیرون. تموم شد. کیا جیگرشون حال اومد؟ شما خوشحال نشدی؟ دوست نداشتی؟ نه. اونم با عین؟ با هه. چرا؟ من از میکروفون خودم به شما قرض میدم. خب چرا؟ تو خندم نیومد. خب ولی تلاش کردی؟ بله. خب ولی خوشحال نشدی؟ یه ذره. خب بس یه ذره بد نیست. تند خانم تند گویم. جا داشت دستم بزنید. بعد یه تند خانم تند گویم. ریتم ببین. تند خانم تند گویم. داریم همراهی میکنیم. مثل تو قرار نیست. ببخشید. ای پای من رفت اون تو. فقط میخوام برام دعا کنیم. بچه ها شما، آقای جوان، حتما. چرا؟ تو مسابقات تندخانی، تندخانم تندگویم شرکت کردم. بابا من میخوام مدال بیارم. مدال میدن؟ فوچ. چه ساده، مدال میدن. برندش 8 تا مدال میدن. کم کمش. چرا رو تعداد چرا زیاد میدن؟ یه دونه مدال بدن دیگه به برنده. آخه چون کار سختیه چند تا براش در نظر گرفتن. ولی یه رشته است. یادش دست. تند خانم تند گویم دیگه. آها. بعد الان داری تند خانی تمرین میکنی؟ الان هم تمرین میکنم. چش. آهان حرفه ای هستی در این هم؟ دوره دیدی. الان بخون. امید به زندگی در کره زمین بیشتر شده چون به طور متوسط امید به زندگی در تمام کشورهای جهان 6 سال افزایش یافته. یعنی 60 سال برای معلوم 70 سال برای زدن. این بار کشورهای فقیر هستن که آمار اینو تغییر داده. آن عبارت از سال افزایش. علی رغم اختلاف بزرگ سطح زمین در کشورهای پردرآمد در کم درآمد این افزایش بیش از هر چیزی حاکی از کاهش میزان مرگ میلیون کودکان بوده. شبیه کجوکی اصلا نیست. چرا به نظرتون شبیه کجوکی نبود؟ بله. دیگه رأی نمیگیری نه؟ یه زرد دیگه رأی رو میدی. زرد کجوکی نیست؟ هست؟ بله.
نه سوالم اینه که خب این الان مفهوم نبود آخه و اون عبارت از سال افزایش بچه متوجه میشین چی علارغم اختلاف بزرگ سطح زمین بین کشورهای پردرآمد و کم درآمد این افزایش بیش از هر چیزی حاکی از کاهش میزان مرگ میر کودکان و مادران در هنگام زایمان میباشد. آقای جوان مسابقه میدین؟ مسابقه تندخانی. تندخانی این ور با شما این ور با من باش تایم میگیریم. چجوری؟ چجوریشو نمیدونم ولی میدونم آقا بله خب وقت مسابقه میگیم بدیم خب طراحی تو بگو چی؟ شما میدونم از حفظ بگو من میدونم از رو متن میخونم نمیشه که تندخانی نیست اصلا چی میشه پس؟ اینو شما کجا رو برم؟ شما اینجا رو برو بذار یه دور ببینم چیه که غلط جواب آقای جوان شما باختین 23 میلیون باید من پول بدین. کار سفرم چی؟ ببرم ببرید آها اصلا ببرید نداره نه. همش ببره خودش بعد ببره اینجوری ما رو قبل مسابقه آماده کردن که فقط ببریم. خب حالا اگه من ببرم چی میشه؟ توچ دستی براتون میزنیم و تموم میشه. اگر من ببرم 23 میلیون بعد ببرم و من با یه دلگرمی میرم به مسابقات جهانی و مدال میارم برای شما آقای جوان میتونیم بفروشیم برین هر کاری دلتون میخواد بکنید. چی رو؟ طلاها رو دیگه ما طلا میگیرم میارم آقای جوان یعنی سرمایه‌گذاری کنم بود؟ ها نه خوب بود نه نه خیلی خوب بود نه 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 همه چی درست بود. چرا آخه تو برنامه آخه یه هایی کردی اینقدر تو صورت من ببخشی خیش میکنم مریض دیگه نیستم نه نه خدا رو شکر خب بفرمایید 3 2 1 ارگا به طور متوسط امید به زندگی در تمام کشورهای جهان 6 سال افزایش یافته است یعنی 68 سال برای مردان و 73 سال برای زنان. این بار کشورهای فقیر هستند که این آمار را تغییر دادند و آن عبارت است از 9 سال افزایش علیرغم اختلاف بزرگ سطح زندگی بین کشورهای پردرآمد و کم درآمد. این افزایش بیش از هر چیزی حاکی از کاهش میزان مرگ و میر کودکان و مادران در هنگام زایمان میباشد. سه علت اصلی مرگ و میر در جهان بیماری های قلبی و عروقی و عفونت های تنفسی سکته عصبی میباشد. فرق نمی کنه که کجای جهان رو بررسی کنیم همواره زنان بیش از مردان زندگی میکنند. چرا زنان اینقدر بیشتر از مردان زندگی میکنند؟ این چیه واقعا؟ تغییرش میدیم آقا تو مسابقات عوض میکنیم. ایوان به منابع کاری نداریم ما کار خودمون رو میکنیم. آره خب الان چی شد؟ زمان گرفتی؟ بله خب چقدر شد؟ 38 ثانیه و 24 ثانیه. این ساعت کجا؟ گرفتیم زمان گرفتیم. کو؟ کی گرفت؟ گرفتی که کو نه هم چیه پس؟ شما گرفتی؟ 38 ثانیه. چشمای من نگاه کن. نگرفته. خب حسی من خیلی سعی کردم شما بخورم. حسی تونستی 100 ثانیه اش هم بگی. به طور مت برام من بفهمید. امید به زندگی در کره زمین میشه شما به طور مستقیم دیدین باختی فوق العاده بودی. آقا من دیگه میرم برای مسابقات آماده شم. میفهمم دقایق دیگه مسابقات شروع میشه و من باید برم برای مسابقات شرکت کنم. بچه چقدر دست بلنده. خب بریم بخش بعدی کار داریم. دخترها تو بچگیشون عروسک بازی میکنن. حالا بماند که بعضی از پسرها ممکن این کارو بکنن ولی به هر حال دخترها همشون تو بچگی عروسک بازی میکنن. بعد این عروسک بازی کردنشون اگه دقت بکنی و اونم متوجه تو نباشه یهو میبینی که چقدر جدی داره با اون عروسک بازی میکنه و
حرف میزنه و داره باهاش زندگی میکنه. توی بعضی از دخترهای ماجرا هی جدیتر میشه، در حدی که تو بزرگ شدنشونم این عروسکه کنارشون میاد و بعد طوری به اون روح و زندگی و لحن بهش میدن که اون میشه انگار یک موجود زنده. دقیقا انگار اونه که داره زندگی میکنه، حرف میزنه، نفس میکشه و مایی که تماشا میکنیم باور میکنیم. یه بخشی از وجود خودشون رو انگار میریزن اون تو، توی اون عروسک. این آدم ها کاری کردن که ما تو بچگیمون یه سری از این عروسک ها شدن رفیقای ما. هممون یادمون میاد که توی بچگی یا همین الان بچه ها الان یه عروسک هایی هستن که خیلی دوستشون داریم و باورشون میکنیم که اون یک موجود زنده است. این آدم ها باعث میشن که اون عروسک تبدیل بشه به همکارشون، به عزیزشون، به رفیقشون، به یارشون و همینطور دوست جونشون، که همه اینا برای ما هم تبدیل میشه به دوست جون ما. مهمون امشب ما یکی از همین آدم هاست که به یه عروسک یک روزی یک جونی داد که هنوز که هنوزه اون زنده است و مستقل یا در کنار اون داره زندگی میکنه، حرف میزنه، نظر میده، عمل میکنه. اجازه بدید دعوت بکنم از سرکار خانم نگار استان. خانم استا، خانم استا، بابا جان و منم ایسون نمیشم هم یا تو چی رو؟ سنجه؟ بله توی؟ منم. خب بیا تو. نه من نمیام عزیزم. چرا؟ موتورم روشنه. با موتور اومدی؟ بله. کلاه ایمنی داری؟ بله. بعد خانم استخ رو تو رسوندی اینجا با موتور؟ بیره خیلی ترافیک بود، نزدیکت میخوام دیر شد، رفت فوری دستش رو بشوره، الان میاد. ببخشید موتورم باید جا به جا کنم، مثل ماشین میخواد رد میشه. تو نمیای تو؟ نه خوربونت برم. خواهش میکنم بید زن بره کارش تموم شد زنگ بزن بیام دنبالش. ای بابا خوربونت برم. خداحافظ. خداحافظ. خانم نگارستان. سلام عرض میکنم. سلام. سلام. اجازه دارم بشینم؟ خواهش میکنم بفرمایید. حالتون چطوره؟ خیلی متشکرم. خیلی خوشحالم. من دیر رسیدم. خواهش میکنم سنجت شما رو رسوندم. بله من تو ماشینم خراب شده بود، بعد زنگ زد به من گفتش که نرو من با موتور تو رو میرسونم. سریع این کارو کرد، خطر نکرد. خیلی هم خوب اومد. باریکلا. راحت اومدی. باریکلا. البته خیلی محتاط اومد. آفرین. کلاه هم داشتی. به به. تماشاچی در منزل منتظر شماست. به نام خدای خوب مهربون سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. خوشحالیم که شما اینجا تشریف دارین. خانم چقدر در طول شبانه روز میخندین؟ یه روزایی خیلی زیاد. خب یه وقتایی نه. یعنی هیچی؟ خب ممکنه نخندم. ما معتقدیم آدم ما معتقدیم اگر در طول یک روز اصلا نخندیم اون روز روز بدی بوده. حتما همین. نه حالمون بد بوده. آره. روزمون هم بد میشه. آره. چی حال شما رو بد میکنه؟ واقعا یه چیز کلیشه ممکنه باشه ولی دروغ گفتن خیلی آزارم میده. معلومه. اصلا خیلی آزار واقعا آزاردهنده است. خب یعنی اینکه حالا این دروغ ممکنه که یه کلمه نباشه، یه حرکتی باشه که به جا و درست نیست. این خیلی اذیتم میکنه. دیگه حالا ترافیک و شلوغی و نگرانی و آلودگی هوا بودن اینا هم که یه چیزایی که آبو. بله. اینم آب چجوری مصرف میکنیم در منزل؟ ولی ما خیلی کم خونه ایم واقعیت میگم، یعنی اصلا جز مصرف کننده های خیلی بالا نیستیم. آها. اون موقعی هم که خونه ایم در حد پخت و پز عادی
و یه کاری هم که تازگی من انجام میدم که یعنی واقعا به توصیه دوستانه توی حموم خیلی مراقبیم. خیلی یعنی خوبی. به خصوص به خاطر نارگل خیلی دوست داشت آب بازی کنه ولی اینو تعطیل کردیم دیگه. آفرین. آره. آفرین. تبریک میگم بهتون. تشویقتون خیلی رایق. واقعا این بحران آب، بحران آب خیلی چیز جدیه. خیلی. خیلی و با بارندگی هم این نکته خیلی مهمه که با بارندگی هم حل نمیشه. و ما منابع زیرزمینیمونو تقریبا از دست دادیم. من هر روز رادیو گوش میکنم. یعنی از صبح که میام نارگل میبرم مدرسه یا یعنی اینکه توی راه که هستم معمولا رادیو گوش میکنم و چند روز پیش وقتی که داشتن صحبت میکردن راجع به این مسئله دچار یک دلشوره عجیبی شدم. دلشوره خب به هر حال پیش میادش ولی راه حل نیست. بله. نگران کننده است و امیدوارم که واقعا همه کمک بکنیم. همه باید کمک کنیم. که حالا طبیعت هم یاری بکنه. بله. و لطف کنه به ما. بله. که این ما از بس بدرفتاری کردیم. بله. مورد بیمهر قرار گرفتیم. بله همین طبیعت جوابشو میده. بفرمایید که وقتی حالتون بد میشه چیکار میکنین که حالتون خوب بشه؟ ولی من حال بعدم خیلی طول نمیکشه راستشو بهتون بگم. ممکنه عمیقا دچار حال بد بشم ولی سعی میکنم زود ازش بگذرم. برای اینکه جدای از اینکه حالا کار من یه جوریه که نیاز به حال خوب داره و حالا ممکنه حالا همیشه سر کار نباشم، اما یک تمرینی دارم با خودم انجام میدم و اون از وقتی که مادر شدم سعی میکنم زیاد تو حال بد نمونم، چون بچه ها خیلی خوب ما رو میبینن و نارگل بسیار بچه حساسیه، کوچکترین حرکت منو زیر نظر داره، یعنی دائما اینو میپرسه ماما خوبی؟ ماما حالت خوبه؟ و بعضی وقتا من مجبورم خیلی راستشو نگم تظاهر به حال خوب بکنم ولی واقعا بعضی وقتا سعی میکنم زود از حال بدم بیام بیرون. نارگل حالش چطوره؟ نارگل خوبه، الان خوبه، خیلی بچه شاد و راحت خوب. و خوبیه. بهتون تبریک میگم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب نگفتین که چه جوری چه کار میکنم در میاد؟ آره. یکی این که سعی میکنم وایسم دورتر از موقعیت حال بدم، یعنی میام مثلا چند روز بعدتر، چند ماه بعدتر و سعی میکنم با فاصله به موقعیت الانم نگاه کنم، میگم که قطعا جایی که الان من ایستادم در چند روز بعد اینجا نیستم، ببینم میتونم برم. بعضی وقتا نمیشه، یعنی واقعا تکنیک نیست، اما این کار رو میکنم و بعد سعی میکنم که با خودم از اون موقعیتی که توشم خارج بکنم، یا برم دیدن کسی، یا بر خودم یه جایزه بخرم. مثلا جایزه هم مثلا میتونه بستنی باشه ها، ولی من بستنی خیلی دوست دارم. بستنی بر خودم بخرم. سعی کنم خونه نمونم، با نارگل یه برنامه ترتیب بدم، چون باز سعی میشه از اون مودم خارج بشم. سنجد اولین بار چجوری شکل گرفت و چجوری رفت جلوی دوربین تلویزیون؟ یک برنامه داشت ساخته میشد. من موقع دانشجو بودم، دانشجوی دانشکده سینما تئاتر بودم، رشته تئاتر. آقای فیضی کارگردان کار به من پیشنهاد کرد که یک مجموعه به اسم گل اومد بهار اومد و ما میخوایم به مناسبت عید بسازیم و یک کلاغی هست به اسم قاربالو که تو بیا جای اون صحبت بکن. من اومدم جای نرسک صحبت کردم. اولین باری بود که وارد اصلا شبکه دو شدم، اولین بار بود استدیو و دوربین و همه چیز تجربه میکردم. توی اون برنامه یک خبرنگاری قرار بود شکل بگیره که هنوز براش صدا پیشه ای انتخاب نشده بود و حتی طراحی چهره هم نشده بود. به من گفتن یه اتود بزن ببین شخصیتش اینه اینه اینه، تو چه شکلی میبینیش؟ من شکل سنجد رو کشیدم. البته سنجد شکلش خیلی جدید نیست، شبیه همه عروسک های دهنگشاده که ما بهش میگیم ماپت و در واقع توی همه دنیا کار میشه. من اونو کشیدم و بعد تست صدا گرفتن، گفتن خوبه. اون قاربالو تموم شد، سنجد شروع کردیم. بعد اگه زیاد حرف میزنم کوتاه کنید. بعد سنجد رو شروع کردیم، فقط من عروسک گردان و صدا پیشش بودم، اما پشت صحنه دست خودم که بود با من حرف میزد و با بقیه افرادم صحبت میکرد. کارگردان کار گفت این چه کار جالبیه، میخوای یه برنامه اینطوری ضبط کنیم که با خودت حرف بزنی با بقیه هم؟ گفتم اصلا تا حالا جلو دوربین نبودم، میذاره خجالت میکشم. گفتم حالا یه دونه ضبط میکنیم، اگه تونستی و برنامه رو دیدی و خوشت اومد نگهش میداریم. یه دونه گرفتیم ضبط کردیم، من دیدم دمست که بد نیست و واقعیت اینه که روز اولی که اصلا تا روزهای اولی که جلو دوربین میرفتم به حمایت سنجد که دستمه اعتماد به نفس میداشتم جلو دوربین. واقعیت دیگه سال 72 شروع شد تا سال 80 به طور مستمر رو آنتن بود، یه چند سالی وقت افتاد و دوباره سری جدیدش البته نمو به شکل متوالی داره پخش بشه تا امروز. شده از دست سنجد غافلگیر بشی؟
من اصلا نمیدونم میخواد چه کار کنه. شاید باورش سخته، ولی واقعیت وقتی من جای سنجد صحبت میکنم ذهنم میشه دو بخش. یه بخشش میشه برای شخصیت سنجد و همیشه وقتی که میخوام برای کسی تعریف کنم که چه اتفاقی افتاده میگم گفت اینو گفت و من این کارو کردم، نمیگم گفتم. بنابراین آره خیلی وقتا نمیدونم میخوام، یعنی اکثر وقتا نمیدونم میخوام چیکار کنم، ببینم اون لحظه آره نمیخواد چیکار کنه. درستش بله غافلگیر میشم. غافلگیر میشم. شده که باهاش دلت برات دل شما براش تنگ بشه؟ آره طبیعیه. خیلی وقتا. خیلی وقتا. آره خیلی وقت. من وقتی که باهاش کار میکنم یه روز پر کار دارم، شب که میارمش خونه از تو صندوق درش میارم، یعنی یه سبدی داریم شبیه سبد پیکنیکه، هر جا میریم فکر میکنم میخوام چای بفروشیم، درش میارم بعد میخوابونمش. یه وقتایی باورتون نمیشه نخندی، ولی هی میرم از اتاق بیرون دوباره برمیگم نگاهش میکنم، میگم نکنه شب سردش بشه. باور کنین این کارو میکنم، روشو میکشم. آره. بعد فکرم راحت میشه، ازش ممنون میشم که متشکرم امروز با من همراه بودی، متشکرم که به واسطه تو دارم کار میکنم. چه قشنگ قدردانی میکنی. بله نارگل همیشه میگه بگه بچه اولت. آها من میخواستم بگم نارگل حسودی نمیکنه بهش؟ نه باور کنی خودش اینو اولین بار گفت و به نظرم جالب بود، گفت اون بچه اولته، من بچه دومتم. آخی میگه برادرمه. آها خب خوبه پذیرفتتش. بله یه گپی راجع به شما زده شده، ببینیم. با کی؟ ببینیم. بفرمایید. شما دستور میفرمایید که اینو قطعش کنم. وحید جان میخواییم با هم صداش کنیم شاید. وحید آقا وحید ببخشه میشه یه جله بیاره؟ جله نه جله و بستانی. ایشون هم دانشگاهی بودن با خواهرم من. آه سینما تئاتر. سینما تئاتر دانشگاه هنر. بله بله هنری دراماتیک سابق. بله دیگه خواهرها برای برادرشون سینما فلان. آخه من وقتی بابام پاش خوبم دوستش دارم خب، اما الان با مامانم راحت ترم، برام بیشتر دوستش داره. آه هر چند وقتی بار یکی رو بیشتر دوست داری؟ نه کلن من از اولش تا الان فعلا مامانم بیشتر دوست داشتم، بابا هم خودش میدونه. هستی تو سنجد رو بیشتر دوست داریم یا خانم استخر؟ خب مسلمه خب خانم استخر دیگه. حسی نسبت سنجد ندارین؟ یه مدت خیلی باش درگیر بودم چون که خیلی فضولی میکرد همه چی. آره آره هرسم میداد اوایل. بعض وقتا میگم برادرم اما به شوخی، اما نه واقعا. تو خونه ولی شنیدیم که خیلی آدم عصبی و از که شنیدیم؟ حالا شایعه دیگه شایعه. آره شایعه زیاد. فوق العاده ارتباطش با دخترم، با نارگل، با فرزندمون خیلی ارتباط خوب و شاد و دوستانه و ارزم به خدمت خیلی محیط گرمی دارن با هم و من از این مسئله خیلی خوشحالم. ولی با شما؟ با من؟ تو دعوا دیگه؟ نه دعوا که من خب کلن توی چیزای خیلی ایشون منضبط هستن، خیلی سفت و سخت میگیرن که من دقیقا نقطه مقابل هستم. اون دعوای قدیمی خانم ها و آقایون دیگه که چرا اینو اینجا گذاشتی، چرا اونجور گذاشتی، چرا اینجوری گردی، چرا در کشو بازه. نه چرا... بیشتره. بیشتر از این بلتره. ببخشه جله که درست میشه الان تو خونه خیلی این بازی ها رو داریم با هم، بازی کودکانه. آره زیاد داریم با هم. اوه زیاد. صبح تا شب. صبح تا شب اگه واقعا خونه باشم همیشه داریم با هم میخند. چی کار میکنه؟ چی میگه که اینقدر میخند؟ با هم بازی میکنه. یوگا رو خیلی دوست داره. آها از اون به خدمت شما. بعض وقتا کوه میره. سوال بکنی جلی من چی؟ بگو نه نمیخند. زندگی با یه آدم هنری
دردسر. من چون دور تا دارم هنرمندا رو خواهراتون اونها هم هستن، دامادمون هم جز هنرمنداست. ازم به خدمت شما شکننده ترم توی بعضی مسائل، خیلی چیزا زود بهشون برمیخوره. آره مثل ما آب دیده نیستن. آقا این نارگل هی میگه ژله من چی شد؟ ببخشید من نگفتم. همی که اون تاریخ رو یادم باشه کفایت میکنه. تاریخش که یه 29 اردیبهشت. چند بار اینو چی حفظ کردی تکرار کردی؟ با هم خیلی اختلافش کمی. ایشون 29 اردیبهشت، من اول خورده دارم. من میشم اگر جشن قراره باشه سعی میکنیم خدا خواسته برات این رو سطحش رو بگیریم. آره. من تو از اول فروردین خیلی مشکلات دارم. من اول فروردین که عید همیشه کادو باید بخریم، بعد میشه سالگرد ازدواجمون 25 فروردین، بعد تولد ایشونه 29 اردیبهشت. 3-4 ماه اول سال خیلی سخته. بهار برای شما زمستان است. آره قرمه سبزی فکر کنم. چه غذایی رو دوست نداره؟ دوست نداره؟ قلیه ماهی رو دوست نداره؟ نه دوست نداره. تو دوست داری؟ من دوست دارم. من بابا هم دوست دارم. تکیه کلام خانم سخت چیه؟ من جونم و تو. من دونم و تو. آره میگی قدیمه بودم من میدونم و تو. آها اونجوری. آره حالا سایت حالا وایسا من میدونم. من میدونم الان این آیتم رو ببینم به نظرم همین اتفاق میفته. بس میگی نشون ندیدم. من میدونم و تو. شوخی کردم. ما گوش نمیکنیم. تمامون اون برمیاد. شما گوش نکنید که الان همه مردم گوش میکنن. بگو هر چی دوست داری بهش بگو. مامان جون دلم می‌خواست شما هم اینجا بودی. میدونم سری کلاسی، یعنی کلاس تو درس بدی، اما دلم می‌خواد تو هم اینجا بودی. من امیدوارم تو این تصمیم اخیری که گرفتن خیلی عاقلانه پا بردارن و وارد بشن و آرزوی موفقیت میکنم براشون، چون موفقیتشون ناخودآگاه موفقیت خانواده است. این تصمیمی هم که گفتین ما سر در نیاوردیم و خودشون تو استودیو بگن دیگه، موافقی؟ فکر نمیکنم بگن. دو نفر هست. باشه لطف کردیم. خیلی ممنون از شما. اگه من بعد قولی کردم میتونم دیر اومدم از خواهیم. نه آقا مخصوص. نارگل و شهرام. بله. چه خوبه که بازی میکنین توی خونه. خیلی بازی میکنین. چقدر خوبه این. دیگه یه وقتایی بهش میگم مادر بذار من خودم باشم. بسه دیگه خسته شدم. بذار من مادرتم. من یه سن و سالی دارم تو سن خودم. خودم باشم. انقدر که ما با هم بازی میکنیم. بازی که میکنین مثلا چه کار میکنین که از سن خودتون خارج میشین؟ خب خودم نیستم دیگه. یا یه جونوریم. بیشتر هاپو هم. بعد دیگه مادر بزرگم. یا پایین یا بالا یا یه موجود دیگه. یا یه خواهرشم دیگه، یا همسرشم، یا بچهشم، یا همسایه. یعنی هر چی که تو شما فکر کنین تو دور و برم و تو دنیا باشه ما با هم بازی کردیم. چقدر خوب. یه مدتی انقدر دیگه بازی میکرد با من، بعد هم شرطی شده بود. مثلا از روی پل مدرس رد میشدیم اون بازی رو شروع میکرد. میپیچیدیم توی یه کوچه، نوبت بازی بعدی بود مثلا، چون اولین بار اونجا این بازی رو شروع کرده بودیم دیگه. موقع خوابم هنوز بازی میکنیم، یعنی تا میخواد بخوابه یا بعد برش کتاب بخونم، ولی که کتاب میخونه خودش، ولی دوست داره یا من برش کتاب بخونم یا میگه اگه کتاب نمیخونی بعد بازی کنی. بعد ما بازی میکنیم میخندیم، بعد پدرش از اونم میگه اینو هایپر نکن موقع خواب، خوابش نمیبره. انرژیش میزنه بالا. فکر کنم بعد یه خواهر یا یه برادر بهش میدادید تا یه ذره. بله همیشه هم هر کسی بهش میگه آرزو چیه اینو میگه. خب بچگی خودتون چجوری بوده؟ بچگی خودم نگم زود نه. من یه برادر داشتم چون از من کوچیک‌تر بود، خب خیلی با هم همینجوری که با نارگل بازی میکنم خیلی بازی میکردیم. پدر مادر من هر دوتا شاغل بودن، به خاطر همین ما زمان تنهاییمون با هم توی خونه زیاد بودش. بازی میکردیم، همسایه پایینی داشتیم تو راپله با اونا بازی میکردیم،
ببخشین تو کوچه بازی میکردیم، دو شخص سواری میکردیم. چرا بازخواهی کردیم بابت تو کوچه بازی کردیم؟ میگن نباید بگن تو کوچه بازی میکردیم. نه خانم چه حرفی؟ آخه الان چیزی که بچه ها ندارم و من تأسفش رو میخورم. کوچه نیست دیگه. نمیشه اصلا این کار کرد. یعنی ما کوچه همون کوچه بن‌بست بود و همه همسایه ها خیلی با هم صمیمی و آشنا و مطمئن بودیم. من اجازه نداشتم از کوچه بیام بیرون، توی کوچه اجازه داشتیم بازی کنیم. ولی باور کن الان من حتی نارگل توی پارکینگ خونه میره که با سه تا چهار تا دوستاش بازی بکنه و همه دخترم، من همیشه نگرانم و دائم دارم صداش میکنم. خیلی اتفاقیه که میشه بذارین یه ذره ببین وقتی هم که خودش میشه شما هی صداش میکنید؟ نه من صداش نمیکنم. میرم کجا همین بس دل واپسی. آتیش سوزوندین تو بچگی؟ بله. یکیشو تعریف میکنه؟ من آخه بد نیست، بد آموزی نداره. بد راحت من یه بار خیلی شیطونی بدی کردم و افتادم توی مایتابه گاز روی گاز بگم دام بدم چجوری؟ رفتم رو میز، از رو میز رفتم رو لبه پنجره، از تو پنجره باد خورد، افتادم توی مایتابه. مایتابه روشنه، توش غذا روغن فلان. دست پام سوخت. بله این یکیش بود دیگه. پس آتیشی که سوزوندین خودتون رو سوزوندین؟ خودم، دامن خودم. آره دیگه چی؟ دیگه برادرم رو میداختم زمین از بغلم. بگم اونه انداختم تو مایتابه دیدم خوش گذر خواب تو دندونم خورده، دندون رو تو دهنم. نه بابا البته همه اتفاقی بوده، خودم باعثش نبودم. من ناگل این کارا نمی کنه، خیلی محتاطه خدا رو شد. اصلا اهل ریسک و خطر و تجربه ناآشنا نیست. امن این خوبه؟ دیگه. تا یه حدی خیال شما راحته وگرنه اون زندگی خب نه مثلا فکر کنید که نه مثلا من بارها شده بوده که چون خودم میخواستم از این میله های آهنی که روی جدول روی پل میدازن ردشم پام گیر کرده اون تو و همیشه به من میگفتن این کار رو نکن ولی من میخواستم این کار رو بکنم. اما نارگل میدونه که این اتفاق براش میفته، خب نمیکنه. یعنی مثلا من دوستشم از پل بپرم، از روی جوب بپرم، میدونستم نمیتونم ولی این کارو میکردم. این الان میدونه که نمیتونه بپره، نمیکنه. از این نوع میگم چیزی رو که مطمئنه که براش خطر داره تجربه نمیکنه. ترجیح میدم خیلی تو این بحث ادامه پیدا نکنیم به خاطر اینکه من ممکنه یهو بگم غلطه این رفتارتون. کدوم رفتارم که اصلا آره به نظرم باید اجازه بدیم بچه‌ها ریسک بکنن. من خودش نمیخواد. خب نه شما نذاشتین. نه واقعا باشه من تسلیم. من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم. بفرمایید که یه نمایشی شما کار کردیم به اسم زن قرقرو؟ بله ولی درسته؟ کامل به انتها نرسید. خب یعنی به سرانجام نرسید. چی شد؟ نمایشی بود که ما قرار بود اون رو بفرستیم برای جشنواره عروسکی. آره. بعد گروه تشکیل دادیم، کار کردیم توی بازی. شما کارگردانی می‌کردیم؟ بله من. خب. و من البته کار گروهی بود. خب. واقعیت بعد کار کردیم، کارم به سرانجام رسید، توی بازبینی هم قبول شد، اما همه درگیر کار شدیم. آه. و بعد انصراف دادیم از شرکت. دیگه هیچ وقت اقدام نکردین برای یه کاری؟ برای صحنه نه واقعیت. کار تلویزیونی آره کار میکنم ولی هیچ پرسوناژ عروسکی دیگه طراحی نکردین؟ چرا؟ خودتون؟ چرا خیلی؟ که بسازین و بیارین و کار. من که عروسک ساز نیستم، در واقع به قول شما طراحی و ایده پردازی. بله معمولا کارهای ما چون حالا من به عنوان تهیه کننده کار میکنم، داستان و قصه رو با نویسنده وقتی میشینیم صحبت میکنیم روی شخصیت ها من نظر میدم، شخصیت ها رو کار میکنم. مثلا عروسک تروبچگی یادتون باشه خیلی به مرور شکل گرفت و یک فکر گروهی بود، مجموعه دست دستی بود که من با دستا کار میکردم. خب تمام شخصیت ها در واقع توضیح و توصیفش اولیش با من بود و با کارگردان کار امیر سلطان احمدی و کار شکل گرفت. یکی از پرسوناژ های خیلی جذاب مجموعه کلا قرمزی هم صداش به عهده خانم استخره. همون یه پرسوناژ اون تو کار میکنی؟ بله دختر همسایه. دختر همسایه دست و جیغ و هورای معروف. دیگه خودم میترسم یه جو برم بگم دست بزن. این دست و جیغ و هورا رو اصطلاحش شما در بردین دیگه. آقای طهماسب بفرمایید. بله در واقع چیزیه که تو بچه‌ها توی مهد کودک دائم دارن بهشون یاد میدن. آره. یعنی باعث ایجاد شادیشون این شعار و این حرکته. آره دقیقاً. آره. آره. آره چیز انتقادیه کاملا. آره خوبه. آرزوتون چیه؟ برای خودم خیلی آرزوی زیادی ندارم. یعنی حالا چرا آرزوی ریز ریز هست دیگه، ولی مثلا یه چیز خیلی بزرگ دیگه الان مثلا یه وقت دادم. چیه؟
چیز کوچیک دیتیلای ریز زندگیه که مثلا دلم میخواد این آرزو شاید اسمش نیست، دلم میخواد اینجوری بشه، این اتفاق بیفته. ولی واقعیت آدم، من خیلی مادرم، همش برای نارگل، یعنی انشالله سلامتیش، عاقبت به خیریش، امنیتش، این مدل دیگه. آرزوم اینه. ریسک نکنه؟ نه بکنه. بکنه. آره، ولی تجربه مجدد نکنه. بکنه عزیزم. دوباره سراغم ریسک نره. یه خبری که الان بشنوین خیلی خوشحالتون کنه چیه؟ الان. همین الان. همین الان. بگم؟ آره؟ نمیتونم بگم. چرا؟ همون راز هست. اون رازی که اونجا هم بله. خب ما اهل فضولی نیست. باشه، آشپزیتون چطوره؟ خوبه. چی رو خیلی عالی درست میکنین؟ واقعا همه غذای رو خوب درست میکنم. اونی که دیگه همه بگن وای، همه رو میگن وای. باریکلا، چقدر عالی. آره، آشپزی رو دوست دارم. شهرام هم آشپزی میکنه؟ یه وقتای آشپزی میکرد قبلا، ولی الان میگه دیگه موهام سفید شده، خوب نیست این کار. با من مگه به رنگ موه؟ نسینده. خب رنگ کنیم موهاشو، کاری نداره. موهاشو رنگ کنیم بگیم دوباره آشپزی. ولی اون موقع که من در واقع باردار بودم خیلی آشپزی میکرد. من سر کار بودم، غذا واسم سر کار میآورد. بعد مال ماجرا 10 سال پیشه، ولی اینو همیشه میگه که من آشپزی میکنم. بعد میگم میشه بگین آخرین بار کی آشپزی کردین؟ 10 سال پیش. خب برنامه کرده این کارو دیگه. آره، نه آشپزی زیاد میکرد. الانم خوب درست میکرد. بله، آشپزی خوبیه. باریکلا. آره، خوب غذا درست میکنه. چه نارگل چه کیفی میکنه؟ که تحت هر شرایط هم پدر هم مادر. من نباشم که من معمولاً پیش میاد که نباشم، سفر زیاد میرم، معمولاً کاری زیاد دارم. خوبه، بابا باش خوش میگذره بهش. وقتی اینقدر نارگل شما رو دوست داره و با شما بهش خوش میگذره، وقتی که به دلایل کاری و حرفه ما اینو داره، شما مجبورین به قول شما یه سفری برین و برگردین، دو روز سه روز نباشین، چی میشه نارگل؟ کوچیک‌تر که بود با این ماجرا کمتر مشکل داشتیم، کنار میومد و چون خیلی پیش مامانم بهش خوش میگذشت و میگذره، خب دلتنگی میکنم ولی زود یادش میرفت. اما تازگی مثلا من یه دو ماه پیش مجبور شدم برم مالزی، خیلی با ناراحتی از هم جدا شدیم، خیلی با دلتنگی. بعد دو روز بعد یادش میره، چون یه وقته بیشتر بهش خوش میگذره، خیلی بیشتر. انگار فکر میکنه که منم نباشم بد نیست، بیشتر خوش میگذره. دوروری هوامو بیشتر دارن، کمتر غور میزنه. که هم کنیم من فکر میکنم برای آدم بزرگام کم بودن دلهوره و ترسامون باعث شادیمون میشه دیگه. ترس از دیر اومدن بچه به بچه دلهوره میده، ترس از اینکه دچار خطر بشه و منتقل کردن این حس بهش خوشایند نیست. ترساشون رو کم کنیم، سعی کنیم که نه که اطمینان کاذب، ولی واقعیت اینه که من برای من خودم میره که فکر میکنم هر آنچه که باید اتفاق بیفته اتفاق میفته دیگه، حالا من چرا من زودتر به استقبالش برم؟ نیست. این دلهوره ها رو بگیریم ازشون، شادی های یه لحظه ایشون رو حس میکنن، اون موقعیتشون رو درک میکنن و کیف میکنن. همینطوره. به نظرم آره، ما واقعا باید کمک کنیم، ما بزرگترها که البته خودمون هم بچه گیر خودمون داریم، کمک کنیم بچه ها شادتر بشن. دلهوره هاشون رو پس بگیریم. امیدوارم که بتونیم، چون ناخودآگاه ما دلهوره هامون رو منتقل میکنیم به اونا. آره. نگرانی و ترسامون رو ما به اونا منتقل میکنیم، اصلا ممکنه ندونین ترس و دلهوره است، انقدر ما میگیم که تبدیل میشه واسش به یک مسئله. همینطوره. خیلی ممنونم که تشریف آوردین، خیلی زیاد متشکر از شما. شما سوالی از من ندارین؟ برنامه‌تون مثل اینکه خیلی رونق داره. مثل اینکه نه، دقیقاً برنامه‌تون دقیقاً جذابه، خیلی رونق داره. موفق باشین. منتظر بودم دعوتم کنی. نظرین بگم؟ بله، ببخشید. بگم. تماس گرفت. ما چند بار خواهش کردیم تشریف بیارید. شما لطف دارید. ولی واقعیت اینه که دلم می‌خواست که بیام. چقدر خوب، خیلی خوشحالم. ممنونم. صداقت میگم، خوشحالم که اینجا.
ببخشید اگه حوصله‌تون سر رفت. اصلا نفهمید. شما به نارگل چیزی دارین بگین؟ خودش میدونه که چقدر دوستش دارم. پدرش رو هم همینطور و همین. خیلی متشکرم. متشکرم. تلگراف زدین بیشتر. واقعیتش اینه که جزء درجه یک های این حرفه و کارتون است. واقعا دارم عرض میکنم. به هر حال این همه سال موفقیت دیگه خودش دیگه بابا شما هر کس این همه سال تو این کار بود یه چیزی میشه. نه واقعا این همه سال میگم این چه حرفیه چه شکسته نفسی؟ اینجوری گفتین؟ نه من اینجوری گفتم. با من گفتم این همه سال داره نشون میده که شما چقدر کارتون خوبه. متشکرم. و صمیمانه عرض میکنم من اصلا اهل تعارف نیستم. بچه‌ها در جریانن، شما هم که بنده رو سالیان سال میشناسید. خوشبختم. قربان شما، منم همینطور خیلی خوشحالم شما رو از نزدیک دیدم. و اینکه امیدوارم که زودتر کار بکنید، کارهای جدیدتر. همه یعنی واقعیت اینه که دغدغه ماهایی که دیگه جامون تو تلویزیون کار کردن و تولید برنامه است و یک تعهد و یک مسئولیتی داریم نسبت به مخاطبمون. امیدواریم که افرادی که به قول شما حالا این صلاحیت رو دارن واقعا توی جای خودشون قرار بگیرن و مردم هم خوشحال بشن از دیدن برنامه‌های خوب و با کیفیت. کاملا موافقم باهاتون. انشالله. انشالله. خانم، ما این لوح رو می‌خوایم تقدیم شما بکنیم بابت اینکه به برنامه ما اومدین و همراه شدین با ما. چکه. و این برنامه هم فقط داره یادآوری میکنه که شاد باشیم و این شاد بودنه از هیچ جایی قرار نیست برای ما بیاد به غیر از اینکه خودمون تصمیم بگیریم که شاد باشیم. من یه چیزی بگم. حتما شما مورد خوبی گفتین و اینی که بعضی وقتا ما اصلا یادمون میره که میتونیم شاد باشیم. یعنی من فکر میکنم بیشتر مردم ما خشمشون و ناراحتیشون این روزا بیشتره. یعنی توی رانندگی آدم اینو احساس میکنه، توی مراجعه به یک مغازه که میره روی گشاده کمتر میبینیم. بخشش به هر حال مال گرفتاری های روزانه است، اما این انرژی خوبی که بتونیم به همدیگه بدیم و از همدیگه این انرژی رو بگیریم میبریمش خونه، خونمون حالش بهتر میشه و اصلا اوضاع بهتر میشه، برای همه بهتره. یک مردم خوشحال یک هدیه‌ای هم هستش که فروشگاه اینترنتی دابی که به شما تقدیم میکنم، میتونید از توش خرید بکنید و این تقدیم به شماست. من وظیفه دارم این دوتا رو تقدیم به شما بکنم. لطف فرمودین. دستتون. چرا من میشه ادم بیده؟ یکی از مهمترین بخشه ببخشید شما. نه شما بفرمین بشینید. بعد از این بخشه؟ نه این مهمترین بخش برنامه ما رو من همیشه فراموش میکنم. بله. اینقدر درگیر گفتگوی جذاب میشم. 5 ثانیه بعد به تماشاچی در منزل لبخند بزنید. تماشاچی در منزل این لبخند رو میبینه، از 1 تا 10 با ذکر نام مهمان یعنی نگار استخ 1 تا 10، حالا 10 بده 9 بده هر چی، امتیاز رو ارسال میکنه به شکل اس‌ام‌اس پیامک و ما اینا رو جمع میزنیم تا هفته محاسبه میکنیم که کی بیشترین امتیاز رو آورده و اون میشه صاحب بهترین لبخند هفته. خب از این خندایی که من هم انجام دادم جمع کنید دیگه. ابدا، یک چیز مستقله، یک امتحانه. اونا رو حساب نمیکنین امتیازهای قبلی رو؟ نو. آماده این؟ بله. بخندم؟ لبخند بزنیم به تماشاچی نگاه کنیم و لبخند بزنیم. 1 2 3 1001 1002 1003 1004 1005 و یک چیز جالب بهتون بگم که اکثرا خانم ها اول شدن. این خبر خوشی براتون. طبیعیه؟ بله قطعا. خب خانم ها لبخندشون شاید زیبا زده بشه. در خدمت. متشکرم. خدا نگه. موتور رو میزنیم اینجا. همینم بیا بارا علی با منم ببرمش دیگه.
سنجه؟ رامبا جان. بله. عزیزم تموم شد. بله. کوشش این دختره. دختر. منظورت خانم استخره؟ بله. اومدن بیرون. نگار. اومدن بیرون. نیستش که ای بابا. بابا میرم عزیزم باستا. با کی دعوا میکنی؟ آقا جو این ماشین نمیگه ما رو حرکت کن. عزیز من آرامشت حفظ بکن. الان من میگم اونجا بیام کمک کنم. نه اومد اومد اومد. ببخشید آقای جوان. معذرت میخوام. رفتم. خدا حافظ. خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ. سنجت خدا حافظ. کاش میمدی پیشمون. خدا حافظ. شما بیا. خدا حافظ. باشه. بیا باشه. طول میدی بیا بالا. ما رو دعوت کرد. ببین خدا حافظ. مراقب باش تو خیابون با موتور. باشه بگی که پشتمو بگی بری. پشتمو بگی. خدا حافظ. رفتن. بری برگردی. دو چقدر با ورزش حال آدم خوبه نه؟ آره واقعا خیلی خوبه. دمنوش چطور بود؟ چسبید. نوش جونت چی بود؟ اوف اصخ و دوز هشت. چطور؟ هشت. دیروز تو پارک شنیدم. نو خب ده. هیچی دیگه وصف این دمنوش بود. منم امروز خریدمش دم کردم. اوف دیدی چه نشاط آوره؟ آخ آره خستگیمو در کرد. ولی قدر که نمیدونی جان؟ 16 آره دیگه اصلا دستم نمک نداره. 17 18. خستگیمو در کردا. نمیذاری دیگه نمیذاری. اما فهمیدم الان چه خبره. نه نفهمیدی نفهمیدی یا نفهمیدی یا خودتو داری میزنی به اون راه. این راه و اون راه ولش کن. لب مطلب رو بگو. من چجوری باید تو رو درک کنم؟ به به با ورزش حالم خوبه. واقعا هم خوبه. دمنوش دوست داری؟ نوش جونت عزیزم. یهو وسطش قدر که نمیدونی دستم نمک نداره. وای آخه ببین برای چی اینقدر از زنایی دیگه تعریف میکنی؟ منظور دقیقا کیه؟ خانوم برادرت. 14 15 16 17. وای دیشبو میگی؟ خدایا عزیزم شد یه بار بعد از مهمونی ماجرا نداشته باشیم؟ خودت نمیذاری عزیزم. تو مگه تا حالا زرشک پلو نخوردی؟ نباید تشکر میکردم؟ چند صد بار آخه. 100 بار 200 بار 300 بار. من یکی که دیگه حالم داشت به هم میخورد. انگار از قحطی برده بودن تو اونجا. چطوری آخه انقدر تو داری تشکر میکنی؟ برای چی؟ اینطوری به من توهین میشه. ولی دیشب که همگی کلی گفتیم و خندیدیم. خب اونا چرا نخندن با این همه تعریف و تمجید؟ منم که ظاهر رو حفظ کردم. تو هم که بی خیال. عجب. بد نبود میذاشی یه 5 دقیقه از کیف دمنوش بگذره. کجا کجا سب کن من دارم حرف میزنم. موقعی ورزش نباید حرف زد. خب من نگم دق میکنم. ببین همیشه باعث میشه مهمونی ها به من بد بگذره. ندیدی چه فیسی کرده بود؟ من اصلا نمیدونم فیس چه شکلیه. میدونی برای منم مهمونی داره مساوی میشه با دلهوره. آخیش آخیش 4 5 6. چقدر آب و تاب دادی به اون یه استکان چای. بابا چای هل بود دیگه. طلا نبود که. یه چای هل بود. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوه چه هندونه شیرینی. عجب قرمز. انگار خودشون هندونه رو قرمز کرده بودن. باشه عزیز من باشه. اینطوریه دیگه اینطوریه. چجوریه چجوریه؟ چرا شلوغش میکنی؟ عجب دمنوش مزخرف. جنبه داشته باش عزیزم. مکالمه دوستانه داریم میکنیم دیگه. خب بعد بتونیم 2 کلمه با هم حرف بزنیم. بله بله بله. ببین همیشه کارت همینه. از دیگران زیادی تعریف میکنی. وقتی میگی دستتون درد نکنه عجب زرشک پلویی، عجب چایی، عجب هندونه، یعنی زن خودم بلد نیست این کار رو بکنه. یعنی من در حسرت این زرشک پلو بودم. یعنی تو خونه خودم به من بد میگذره. جدی جدی این همه معنی و تعبیر داره؟ بله بله بله. به جاش فقط یه بار بگو ممنون زحمت کشیدی خوش گذشت. همین؟ همین. آخه چشم چشم. حالا تو بگو که چرا با اون دقت به مزخرفات برادرم گوش میدادی؟ خب من به حرفای دیگران توجه میکنم. من بهشون احترام میذارم. اونا هم به من احترام میذارن. آره آره. و چیه به چی فکر میکنی؟ من بهشون احترام میذارم. اونا هم به من احترام میذارن. خب من جزو این دیگران نیستم؟ ببین الان باید حتما تو یه عیبی پیدا کنی که این وسط تلافی کرده باشی دیگه. اینقدر بلا فاصله تلافی نکن تو خدا. که بشه همون مکالمه دوستانه و مسالمت‌آمیز. بله
باشه ولی گمونم الان حالم داره بد میشه. ای بابا شاید کم کم دلخور شم. ببین عصبانی نمیدونم. نه ببین نه اصلا حال بد و ولش کن. خب حال بد نداری میدونی که. بیا تو هم نرمش کن. شروع کن. چپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ببین 1 2 3 4 5 6 بهتره تو این خونه کسی حالش بد نباشه. آره بهتره. بهتره. راست برو 1 2 3 4 5 6 7 8 بیشتر دوراشو بیشتر دوراشو. نوبت مکالمه دوستانه منم میرسه. آره حتماً میرسه حتماً. پای راست بیار بالا بذار زمین. خیلی ممنونم. میسا هنوز داره زرش پلو میخوره. بچه اونجا نشدم گفتم نگاه که هنوز داره زرش بلر میخوره چون حواسش جمع اونجا بود یادش میرفت به جوه. بله. خوب بود؟ بله نمیدونم من شما بگیم زرش پلو رو میگم. خیلی ممنونم. ما مدت ها بود که شما رو نداشتیم و از الان دوباره شما رو داریم و خیلی خوشحالم. نمایش جذابی بود. خانم هلن مرسلی، خانم مینا رمضانی و آقای میثاق آقامولایی. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. توضیحی دارین؟ میکروفون ندارن، میگن امیدوارم که دوست داشته باشین. خب خیلی متشکرم. دیگه چیز دیگه ای در من میکروفون بیارم. خیلی متشکرم. این نمایش ها لازم این توضیح بدم که نمایش عروسکی که اینجا دیدین برای کسایی که تالو ندیده بودن، ما این ایده رو به کمک بچه‌ها تونستیم به دست بیاریم و این تکنیک نمایش کاغذی و دو بعدی که بچه‌ها خیلی خلاقیت بصری درش ایجاد کردن و کمک کردن که جذاب‌تر بشه از نظر بصری و رویا پردازی جذابی برای ما ایجاد بکنه. قصه ها بابت اینه که دعواهای زن و شوهری خیلی دم دستی که حال ما رو بد میکنه بدون اینکه ما خیلی متوجهشون باشیم و در دراز مدت اینا میتونه تأثیرات خیلی بدی بذاره. بچه ها رو که معرفی کردم کار گروهیه. صدا پیشه های کار آقای سعید چنگیزیان عزیز، بازیگر بسیار درجه که تلویزیون، سینما و تئاتر، و خانم الهام کرده همسرشون، ایشون هم بازیگر بسیار درجه که سینما، تلویزیون و تئاتر. نویسنده نمایش هم خانم پوپک جوان، خواهر من، و بسیار ممنونم از این همکاری خوبتون. بریم بخش بعدی، برگردیم کار داریم. دقت کنید، البته به تعویض‌های لباس من ابدا، اینو الان ضبط می‌کنیم، در این هفته استفاده می‌کنیم. هر کسی به آدرس ایمیلی که این زیر وجود داره کلمه نسیم رو ارسال بکنه، صاحب 100,000 تومان بن خرید از گروه وبسایت های دابی خواهد شد، فروشگاه اینترنتی دابی. این از این. حالا اینجا رو دقت کنید، مسابقه این هفته ما یک جمله خیلی کوتاه، واقعا شاید نهایت 6 کلمه یا 7 کلمه نهایت، به کسایی که اصلا لبخند نمیزنن و معتقدن این کار لوس و بیخودیه، نمیخندن، لبخندن نمیخندن، عبوسن، دلخورن، نهایتا اینجوری میکنن، به اینجور آدم ها چه جمله‌ای بگیم؟ جمله کوتاه. نهایت هم تا 3 شنبه ارسال کنید، یعنی شنبه امشب، فردا یک شنبه، 2 شنبه، 3 شنبه، 4 روز، 4 شنبه و 5 شنبه دریافت نمی کنیم، چون میخوایم بشینیم محاسبه کنیم ببینیم کدوم خیلی خوبه. به بهترینش 2,000,000 تومان بن خرید دابی تقدیم میکنیم. پس ببینم چه میکنین. دو همه ی آدم و همه دونه هاشن
بشکم از جا پاشن سونیم به گوش و صادقانه مثل رنگ گرم صادقیمون یا رؤیاهای توی بچه ایمون دنیای ما مثل هنده بونست یه تیکش کجاست تو خنده بونست همه ی آدم و هم دونه هاشن میتونن با یه بشکن از یه پاشن ودو 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 بوم 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 دو ودو 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 چشممون میشه با تو باشیم شاید بیدی شعر از هم بباشیم دنیای ما مثل هنده بونست یه تیکیش کجاست تو خنده بونست همه ی آدم ها هم دونه هاشن میتونن با یه بشکن از یا پاشن ودو 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 بابا باری کلا به ما خیلی با حالیم خیلی باختم تندگویم باختم ولی مسابقه برگزار شد بله دیگه تند برگزار میشه دیگه بکن ای بابا فعالیت کردم هی ضعف میکنید میشینید آره نه فعالیت کردم ترجیح دادم بشینم مال سن نمیگه ببخشید هی یه چیزایی بگو بعد ببخشید نه نه یه عذرخواهی کن فقط ببخشید دیگه چی کار میتونم بکنم پولی که ندارم بهتون پر یا عذرخواهی یا پول دیگه خب باید خودتو کنترل کنی اصولا ببخشید با متلک حرف نزنی ببخشید خب برنامه چی شد مسابقه آقا جمال زود رسیدم تیاره تاخیر داشت زودتر از تیاره رسیدم دیگه فایده نداشت حذف شدم در شروع حذف شدم ای وای من اولا نمیفهم تو زودتر رسیدی هواپیما تاخیر داشت بله بعد مماس با همین رسیدیم دیگه من جلو زدم تو جلو زدی بله اون تایم نبود پس اصلا پس اصلا بکنیم عالیه تون خانم خب دیگه الان برای چی تمرین می‌کنی برای دوره بعدی آقای جوان من دوره بعدی که پس فردا رعایت نکردم سقف استاندارد رفتم اونجا به من گفتن که انقدر سری حرف میزنی فقط نیستش که مفهومم باید باشه یه جاهایی مفهوم نیست و من رد کردم با سرعت گفتم بهت حیف انقدر تند خوندم اصلا ردم کردم بعد نفهمیدم بالاخره رسیدی نرسیدی امتحان دادی رد شدی چی یه بار که تو سفر جا یعنی جلوتر رفتم که هیچ دوباره برگشتم از شروع خب که اینجوری آروم آروم برم اصلا با هواپیما برسم خب بعد رسیدم اونجا تا رسیدم شروع کردم به خوندن تند خیلی تند گفتن زیاده انقدر نباید تند بخونی اسمش تند هست ولی گفتم دیگه برای آخرین چیز بیام اگه میتونم شعر رو بخونم با هم دیگه دست بزنیم دو ودو ورو بگو ببینم دو ودو 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 بوم 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 دو ودو 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 بوم 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 یه روزی میام واجی غریبی بی بهونه لازم خنده جا نمونه هر وقت شنیدنیه جان باشنه نگفتنیه دنیای ما زنده بوده دیگه کجاست همین آدم هم میتونم باید بشکن دو ودو 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 دو ودو 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 دو ودو 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 بوم 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 چرا هم دست میذارم میفهمم تشویق و دوست دارم خوبه مرسی خوبه روحیه میده مرسی روحیه میده بخش بعدی نه خداحافظ اینقدر سری میگذره برام میفهمم چه ربطی داشت به عقب افتاد خب میخواییم خداحافظی بکنیم شب خوبی داشته باشید خیلی دوستتون داریم و اینکه چشم چپ شد خداحافظتون باشه یک دو دست چپ میگین چرا بالاست؟
نه قرینه شده با من بدک نیست. زد ریتم نیما آب نیما جان یک دو سه شاد باشی.